این که گفتین به من یه حرفی زدم، گفتم که قرآن ابدی نیست و خیلی از چیزهایی که توی قرآن هست گفتن، یعنی به اشتباه این استدلال اومده که قرآن برای همه دوران هاست، هر حرفی زده باید تا ابد اجرا بشه. من میخواستم بگم که خیلی چیزهای دیگه، خیلی از اشتباهات دیگه بین مسلمان ها رایجه و خیلی از بیرون هم که به اسلام نگاه میکنن این رو فکر میکنن که اسلام اینه، ولی در واقع هیچ جایی در قرآن نداره. مثل این که مثلا چیزایی که من اینجا نوشتم، مثلا این که خداوند همجنسگرایی رو، در واقع قوم لوط کشته شدن به خاطر اینکه همجنسگرا بودن، یا مثلا حالا چه احکام خیلی ساده مثل روزه خاری توی قرآن اومده که نیست، یا مثلا این که الان توی جمهوری اسلامی هم به یتیم ها ارث، ببخش من این صدای خروج آره، اینکه به یتیم ها ارث نمیدن در حالی که توی قرآن نیست و هیچ مبنایی نداره. خواستم بگم این خیلی از مواردی که شما باش برخورد میکنید هیچ ربطی به قرآن نداره، هیچ حالا این کوپان میاد تا کجا میخواد قولی خوکو کنه. تموم شد، همین رو خواستم بگم فقط. آره نمیدونم اینجا سر زور هم هست، ولی این داشت چیز میاد. من یه فقط یه سوال سریع میکنم بعد میرم سراغ نفر بعد. من میدونم که نیت کن خودتا که این خروسه بذاریم و سوالمونو بکنیم. من فقط یه سوال سریع جواب بده. چرا خدا یه دینی آورده به نظر تو خب که این همه کسایی که قرار بوده این دین رو دنبال بکنن و اسمشون مسلمان بودن هیچ کدومشون نفهمیدن که این دین، یعنی دینی که تو قبول داری به عنوان اسلام با دینی که اکثر مسلمان رو قبول دارن کاملا فرق داره. چرا خدا یه همچین دینی آورد که کسی اصلا نفهمید درباره چیه و درست دنبال نکرد؟ یعنی فکر کنم فقط 262 هست که درست فهمیده دیگه، یعنی کسی دیگه نفهمید. نه این که 262 نیست که فقط فهمیده باشه، خیلی از افراد فهمیدن ولی خب به نفعشون نیست. به نفع یعنی ببینید مثلا میام یه مثال بزنم. ببینید الان توی جامعه ما سری. ایران، آره توی ایران برای کار خیلی سختی که به هیچ وجه تناسبی با زنان ها و زنها نداره، مثل رانندگی کامیون، تو تلویزیون شما میدید حتی تبلیغ پخش میکنه که به به این زن راننده کامیون بوده و چه قدم خوب، ولی وقتی همون زن میخواد قاضی بشه میگن ای ببخشید شما نمیتونید قاضی بشید، شما چون احساساتتون رو نمیتونید کنترل کنید. نمیگن که این سوال منو جواب نمیدی. خب با یه مثال جواب دادم، مثالم این بود که به نفع خیلی از افراد نبوده که این موارد رو رد من کنن. من سوالم درباره مسلمونا نیست، سوالم درباره خدا بود. پس گوش یه بار دیگه گوش کن. من میگم این چه دینیه خب که خدا آورد برای جهان خب و فقط 262 و 4 نفر دیگه فهمیدن و کسی دیگه نفهمید این دین درباره چیه و بقیه یا فهمیدن ولی به نفعشون نبود یا نفهمیدن، یعنی یه دینی آورده شده برای 4-5 نفر فکر کنم. خب همه این مسلمان هم همه این مسلمان های جهان هم اسلام رو درست نفهمیدن دیگه. خب. مشکل از آورنده دین نیست، مشکل از کسایی که دوست دارن تحریفش کنن. مشکل از آورنده دین هست که نفهمیده. ببین هر کسی که داره میخواد ارتباط برقرار خیلی ببین مثلا آرمین خیلی خیلی شفاف خیلی از حرفا رو زده توی قرآن، ولی ما دوست داریم عکسش رفتار کنیم. خب این چه مشکلی از آورنده آیا دین؟ آیا خدای شما نمیدونست که قرار بود اینطوری بشه؟ ای خدای شما نمیدونست که برداشت مردم اینطوری میشه یا اینکه مردم خب این چه کاری اصلا؟ پس این دین به چه درد میخوره؟ آیا خدایی که انسانها رو به وجود آورده آیا نمیدونسته که برداشتشون یا واکنششون این خواهد بود؟ خب میدونست. آوردن این دین با نیاوردنش چه فرقی داره اگه قرار بود همه برداشتشون اشتباه باشه یا اینکه سوء استفاده کنن ازش؟ چه کاربردی داره؟ چه کاربردی داشت پس این دین؟ خب کاربردش این همه کنن در طول تاریخ هم اینجور نبوده که همه رد کنن یا همه مثلا بخوام میل به تحریف کی اینجوری فهمیده که شما فهمیدین که کسایی که به من نشون بده تعدادش خیلی فهمیده کی چجوری مثلا فهمیده؟ بگه که اسلام فقط مثلا ببین تمام هم سنی ها هم تمام فرقه های سنی تمام شیعه ها و همه بقیه فهم میکنن اسلام برای همه انسان هاست برای همه زمانه و اصلا حرفی که شما حدیث که میگین مهم نیست، هیچ
همه شیعه ها اینو قبول ندارن، همه سنی ها اینو قبول ندارن. این چند نفرتون میمونه این حرفه که چیزایی که تو میگی اعتقاد داری رو تعداد مسلمانایی که اینجوری فکر میکنن انقدر کمه؟ خب چرا عکسشو فکر میکنی؟ چند نفر میمونه که توی قرآن، چند نفر میمونه توی اسلام که قرآن رو قبول نداشته باشه؟ خیلی قرآن رو قبول دارن و حتی اگر قرآن در مقابل یه چیز دیگه قرار بگیره، همه مسلمان ها حکم به این میدن که قرآن حقه. خب من میگم قرآنی که حقه، تو میگی قرآنی که حقه برداشته اکثر مسلمان ها اینه که این برای همه زمانه. خب این و این یه کتابیه که ببین این اصلا خیلی حالا یه چیز دیگه، مثلا این قرآنی که مثلا توش گفته شده که زنتون رو باید بزنید و تو میگی زنتون رو باید بزنید ولی الان برای الان نباید باشه، خب این کاملا کسی که اینو این کتابو آورده، اولا که من قبول ندارم زدن زن همیشه بده نه فقط الان، خب یکی این، ولی حالا اون موضوع بحث دیگه است. ولی شما میگین اون موقع بد نبوده الان بده، خدایی که اینو تو کتابش نوشته و نمیدونسته که برداشت همه این خواهد بود که خدا دستور داده که زن رو همیشه باید زد، خب خدای یا خدای احمقیه یا خداییه که براش زنان مهم نیستن. خب یعنی این خداییه که اومده به واضح نوشته که مردم مسلمان زنتون رو بزنید، بعد تو میگی برداشت من اینه که این فقط برای اون زمان بوده. خب اینو نگفته، اینو نگفته تو قرآن، هیچ جا نگفته که مردم مسلمان نمیتونستم بگه که تا یه زمان مثلا تو بگه تا سال 2010 بزنید، دیگه 2011 خب شد دیگه نزنید. چرا نمیتونسته؟ نمیتونسته خدا کهکشان رو به وجود آورده، نمیتونسته بگه این فقط برای این مردم تو این زمانه؟ خدا کهکشان رو به وجود آورده، ولی اگر میگفت مثلا تا سال 2011 بزنید، تا سال 2011 تا جون داشتن میزدنشون. مثلا یه چیز خیلی داری چرت و پرت میگی. نه خب نه واقعا چرت و پرت نیست، واقعا اینجوریه. یعنی سوء استفاده میکردن از این قانون، یعنی سوء استفاده میکردن از این قانون. خب ببینید خدا گفته که اصلا کاری به این نباشه. آها چه خوب شد الان خیلی کم تر سوء استفاده میکنن. چه خوب شد محدودش نکردن که یه موقع آها تو میگی سوء استفاده بیشتر میشد اگه محدودیت داشت. الان خیلی کم سوء استفاده میشه نسبت به اون. ببینید مثلا مثال بزنم. ببین الان مثلا اینه که شما میگید که قانون ارث میگه که تو به یک نه نه ببین از این نپر در مورد خود کودک زدن زنم. تو میگی سوء استفاده بیشتر میشد اگه که محدودیت در هر حالت اجبار بوده که قرآن اینو میگفته، یعنی اجبار بوده که خدا میگفته که زن رو بزنید. میدونی چی میگم؟ چون اون دوره هیچ روش دیگه‌ای برای اعمال قدرت نبوده. شما هیچ روش دیگه، یعنی پلیس وجود داشته، یعنی مثلا قاضی وجود داشته. چرا خدا نگفت حالا میگی تا 2011 برای اینکه داری مسخره میکنی حرف منو. میتونست بگه نه من مسخره نکردم. نه ببین مثلا میتونست بگه تا 500 سال. خب حالا اینم به نظر من اینم دفاع خوبی نیست، به خاطر اینکه همیشه بده زدن. میتونست بگی که تا زمانی که زنان از نظر اجتماعی و اقتصادی با شما برابر بودن، هرچی یه محدودیتی. چرا این محدودیت رو نذاشت؟ خب گذاشته دیگه. خب شو وقتی که شو آیه قرآن دیگه، وقتی میگی که این به خاطر اینه که شما خرج اونا رو میدید، این آیه قرآنه. پس ببین الان خودت رو تو تله انداختی ها، گوش کن ببین چی میگی. پس بر اساس این منطقت امروز هم اگه من خرج زنم رو میدم و زن من کار نمی کنه، نه اصلا اینجوری نیست. تو داری میگی که دلیل، ببین منطقش امروزی اون موقع نبود. اگه مرد از لحاظ اقتصادی داره خرج زنش رو میده، برای اینکه آیه داره اینو میگه. آیه نگفتش که آیه نمیگه که چون مرد از لحاظ اقتصادی ارزشش بالاتر از زنه، برای همین مرد میتونه زن رو بزنه. نه، توی خانواده چون مرد خرج زندگی رو میده، مرد برتری داره از زن و مرد میتونه زن رو بزنه. نه که میتونه، باید بزنه. حرف قرآن رو عوض میکنیم. میگم قرآن میگه که مردها بر زنها برتری دارن، یکی از مساقای برتری رو میگه، یکی از دلایل برتریش رو میگه، این به خاطر اینه که مردها. ببین نگفته که توی یک خانواده. ببین اگه شما محدودش کنی به یک خانواده، اون موقع ممکنه بگی که رفتار این مرد
با زنش ظالمانه است، مثلا اینجوره اینجوره، حتی امروز هم توی جامعه، امروز هم به طور عمومی توی جامعه هنوز هم که هنوز هم مردها بیشتر پول در میارن تا زنها. درسته، ولی همین خب. امروز پس بر اساس منطق تو، بر اساس منطق تو این استدلالی که خب میگی به این دلیل قرآن حق داره که بگه ما زن رو باید بزنیم، امروز هم پس این استدلال تو باید درست باشه. حرف اینه که قدرت بالقوه یک زن برای تولید ثروت امروز وجود داره، در حالی که 1400 سال پیش مطلقا وجود نداشته. نه بنز یکمن هنوز نداره، امروز بنز یکمن هنوز وجود نداره، نه هنوز وجود نداره، هنوز جامعه فرصت رو نداره. به اندازه که استقلال داشته باشه میتونه. دلیلی که اون موقع زن الان آرمین الان اگه یک زن، یک زن این جواب بده، این جواب بده، من هیچی نمیگم، این جواب بده، اگه الان یک زنی خارج از قدرت یک مرد، خارج از یک خانواده‌ای که تحت یک سلطه یک مرد داره میشه، خب بخواد زندگی کنه، امکانش وجود داره یا نه؟ ببین دلیل جوابینه دیگه، جوابینه. نه من بذار ببین، دلیل این که زن امروز توی جامعه قدرت اقتصادیش بنز مرد نیست، به خاطر محدودیت هایی که جامعه روی زن گذاشته. خب اون موقع هم دلیلش همین بود، اون موقع هم بالقوه یک زن قابلیت مثلا اینو داشت که مثلا فعالیت اقتصادی بکنه. محدودیت های جامعه است. خب نه، محدودیت های جامعه است که الان نمیذاره زن به طور مساوی بنز مرد بیاد. بخش اول حرفت درسته ولی بخش دومش غلطه. بخش اولت که میگی که الان محدودیت جامعه است که نمیذاره، من قبوله، ولی بخش دومش هیچ کدوم از این حرفایی که میزنی تو قرآن نگفته، تو داری اینا رو از خودت میسازی، اضافه میکنی به چیزی که تو قرآن هست، برای اینکه یه چیز زشتی تو قرآن هست که تو دوست نداری، داری میای یه چیزی که تو قرآن توضیح نداده رو داری اضافه میکنی. درسته؟ دقیقاً. خب من چی کارش کنم؟ من گفتم من قبول دارم اینی که الان ما میگیم زن رو بزنید چیز زشتیه. خب منم دارم فکر میکنم بهش، گفتم اما اول گفتم کاش که تو قرآن نبود و دارم فکر میکنم بهش که اگر در 1400 من که نمیتونم خودمو بذارم اون زمان و سعی میکنم خودمو ببرم به 1400 سال پیش ببینم مثلا اگه 1400 سال پیش من بودم قانون ارث رو چطور میذاشتم، دیدم منصفانه گذاشته. سعی کردم تصور کنم اگر اون موقع 1400 سال پیش من بودم و برای کنترل روابط بین افراد میذاشتم چیکار میکردم؟ آیا میگفتم برو پیش پلیس؟ میگفتم برو پیش قاضی؟ میگفتم برو پیش من اگه بودم 1400 سال پیش وقتی مرد یک خانواده تخطی میکرد به زن میگفتم برو پیش بزرگای فامیل. خب چون پلیسی وجود نداشت، قاضی وجود نداشته، هیچی وجود نداشته و به مرد چی میگفتن؟ ببین شما هیچ دلیلی ندارین که بتونین باور، یعنی بتونین سندی ندارین. نه ببین شما میگین که اگه مرد اون زمان زن رو نمیزد یا مثلا فلان میشد بهمان میشد و هیچ سندی هم ندارین برای اینکه آیا این اتفاق میافتاد یا نمیافتاد. خب یعنی من فکر نمی کنم اگه توی جامعه حتی اون زمان اگه مرد و زنشون رو نمیزدن هزینه ای قرار بود خانواده یا جامعه بده. خب ولی کسایی که میگن که نه حتما اینطوریه به خاطر این نیست که میتونن بیان اثبات بکنن که نه اینطوری هست، فقط چون که میخوان از خداشون دفاع بکنن و خداشون یه حرف بسیار زشتی رو زده، باید یک اتفاق، یه هزینه خیلی گنده ای رو برای خودشون بتراشن که توجیه بکنه این حرف زشتی رو که خداشون زده. خب درسته؟ به نظر من یه چیز دیگه. ببین خدا، من نمیدونم مثلا ما به دین اسلام الان شما بگین چه، شما خودتون قبول دارین که این قوانین مال اون زمان بوده و الان به زمان مدرن ما هیچ کاربردی نداره؟ به من بگین پس اسلام به چه دردی میخوره اگه قوانینی بوده که مال اون زمان بوده و اصول اخلاقیش فقط مال اون زمان بوده و هیچ کاربردی برای زندگی امروزی نداره؟ پس اسلامو رفتش هست. خب من دیگه نمیارم 262 رو بالا، ولی دفعه بعد اگه اومد بالا من سوالم ازش همین